احتمالاً تا الان دیگه خبر دارین که ایکس باکس با یک افشای اطلاعات خیلی بزرگ مواجه شد، چون عملاً یک سری از مهمترین برنامه‌های بخش گیمینگ مایکروسافت واسه چندین و چند سال آینده لو رفت. حالا اینجا می‌خوایم یه چکیده‌ای از اطلاعات لو رفته رو بهتون بگیم، بعدش هم به واکنش‌ها و تبعاتش بپردازیم. فقط اگه می‌خواین همیشه در جریان اخبار مهم ایکس باکس و کلاً گیمینگ باشین، اون دکمه سابسکرایب و بعدش هم زنگوله رو بزنین تا از ویدیوهامون جا نمونین. حالا چیا لو رفته؟ دسته جدید ایکس باکس، کنسول دیجیتالی ایکس باکس سری ایکس، اولین اطلاعات رسمی و قابل توجه از کنسول نسل 10 مایکروسافت که قرار سال 2028 بیاد و حتی فهرست بازی‌های در حال ساخت بتستا لو رفته. بالاتر از اون هم ایمیل هایی رو داشتیم که در آستانه ورود فیل اسپنسر به کشور ژاپن برای توکیو گیم شو نشون دادن که اون جدی جدی دوست داره یه روز مایکروسافت صاحب نینتندو بشه. حالا بریم دوباره خود اطلاعات فاش شده رو مرور کنیم. اول از همه برنامه‌های مایکروسافت واسه سال 2024 لو رفت و فهمیدیم که مایکروسافت واقعا قرار نیست کنسول میان نسلی قوی تر داشته باشه. در اواخر سال 2024 میلادی قراره مدل جدید ایکس باکس سری اس و مدل جدید ایکس باکس سری ایکس عرضه بشن. حتی عکس ایکس باکس سری ایکس جدید هم لو رفت. ولی این کنسول ها ظاهرا قرار مدل های بازطراحی شده همون کنسول های سابق باشن. مثلا ایکس باکس سری ایکس جدید به جای اینکه مکعب مستطیلی باشه، استوانه ایه. البته دیسک هم نمیخوره و کلا دیجیتالیه. به جاش حافظش بیشتر میشه و به 2 ترابایت میرسه. وایفای سریعتر و مصرف برق کمتر هم از جمله پیشرفتاش هستن. ولی کنسول قدرتمندی در کار نیست. مایکروسافت همونطور که اسپنسر چند بار گفته تا آخر نسل میخواد پای سری اس و سری ایکسش بمونه. با همین مشخصات سخت افزاری که دارن. این در حالیه که بر اساس گزارش‌های مختلف قرار در همون اواخر سال 2024 میلادی سونی پلی‌استیشن 5 پرو رو عرضه کنه که قدرت پردازش گرافیکیش بر اساس شایعات میتونه بیشتر از 20 ترافلوپس باشه. یه اطلاعات درس کرده دیگه مربوط میشه به دسته جدید ایکس باکس که یه جورایی قرار همه چیزهایی رو داشته باشه که مدت‌ها طرفدارها می‌خواستن. این دسته قرار باتری داخلی و قابل شارژ داشته باشه تا بالاخره دوران استفاده از باتری قلمی واسه دسته‌های ایکس باکس رو به پایان برسه. خوبیش هم به اینه که میگن این باتری قابل تعویضه. بر اساس اسناد لو رفته مایکروسافت میخواد این کنترلر طول عمر بیشتری داشته باشه و راحت‌تر از دسته‌های قبلی ایکس باکس تعمیر بشه. ژیروسکوپ، شتاب سنج و لرزش‌های پرجزئیات یا همون هپتیک فیدبک هم بهش اضافه شدن. در رابطه با کنسول نسل 10 ایکس باکس هم چیزای جالبی منتشر شدن. مثلا مشخص شده که مایکروسافت مطابق روندی که همین الان هم داریم می‌بینیم، می‌خواد تکیه‌اش به کلاد گیمینگ و اجرای بازی‌ها از طریق اینترنت با استریمینگ رو افزایش بده. این به معنی کنسول نداشتن نیست. اتفاقا میخوان کنسولی بدن که از فناوری‌های پیشرفته AMD استفاده میکنه، ری تریسینگ خیلی قوی داره و از ماشین لرنینگ هم برای اجرای بهتر و بهتر بازی‌ها استفاده میکنه. شاید به جای پردازنده‌های X86 برن سراغ چیپ‌های کم مصرف و بهینه ARM. طراحای ایکس باکس جدید میخوان این کنسول از پردازش هیبریدی بهره ببره. یعنی پردازش همزمان بازی توسط کنسول و سیستم ابری قدرتمند. به نظر مایکروسافت این میتونه باعث بشه که گیمر تجربه جدید و تازه‌ای رو در دنیای بازی‌های ویدیویی ببینه که تا قبل از این ممکن نبودن. یه هدف دیگه هم اینه که وابستگی بازیکن‌ها به خرید کنسول کمتر بشه تا آدم‌ها بتونن نرم‌افزار ایکس باکس نسل جدید رو روی دستگاه‌های مختلفشون و مثلا یه کنسول دسته 100 دلاری هم نصب کنن تا با اتصال به اینترنت و به لطف کلاد گیمینگ مشغول تجربه بازی‌ها بشن. یه دیگه از لیک هم که چیزی نیست جز یه مش ایمیل لو رفته. اینا رو قشنگ جا داریم بشینین دونه دونه بخونین. مثلا فیل اسپنسر تو یکی از ایمیل ها توضیح داده که هر وقت رئیس یک استودیو پاشه بره یا کلن اعضای یک استودیو دیگه علاقهشون به کار روی پروژه هاشون رو از دست بدن، احتمال داره که اون استودیو رو ببندن، درش رو تخته کنن. توی ایمیل دیگه هم گفته که اگه یه روز فرصتش پیش بیاد و ایکس باکس بتونه شرکت ولف یعنی صاحب فروشگاه عظیم استیم رو بخره، هیئت مدیره مایکروسافت کاملا ازش حمایت میکنه. این قضیه در رابطه با خرید نینتندو هم صادقه. متن ایمیل نشون میده که اسپنسر خیلی برای اینکه شاید بخوان یه روز نینتندو رو بخرن هیجان زده است. اما آخر ایمیلش گفته که طول میکشه تا نینتندو بفهمه که میتونه صرفا بازیساز برای پلتفرم یه شرکت دیگه باشه. به عبارت بهتر طول میکشه تا نینتندو قبول کنه که نیازی نیست برای سخت افزار خودش بازی بسازه. اینها حرفای کوچیکی نیستن. پرفروش‌ترین کنسول تاریخ ایکس باکس یعنی ایکس باکس 360 به فروش تقریبا 84 میلیونی تو دنیا رسید
تا همین الان 130 میلیون کنسول نینتندو سویچ در دنیا فروخته شدن. تازه از اینم بگذاریم که سویچ پرفروش‌ترین کنسول شرکت نینتندو محسوب نمیشه. البته مایکروسافت قبلا هم خواسته نینتندو رو بخره، ولی تو جلسه نینتندویا بهش خندیدن و در حقیقت مورد تمسخر قرارش دادن. در آخر میرسیم به شیرین ترین بخش لیک برای طرفدارها که مربوط به بازی است. طرفدارای بتسا و ایکس باکس بالاخره فهمیدن که قرار از الان تا آخر نسل چه بازیهایی به دستشون برسه. بر اساس اسناد لو رفته، استدیو آرکین داره روی دیس آنرد 3 کار میکنه. قطعا هم طرفدارهای آرکین خوشحال میشن که آرکین به جای ردفال یا حتی دس لوپ برگرده بره سراغ دیس آنرد. از اون ور استدیوی تانگو گیم ورکس ظاهرا میخواد دنباله بازی گوست وایر توکیو رو بسازه. یه جدول تو این اسناد نشون میده که بتسدا سافت ورکس قرار DLC استارفیلد رو بسازه. چند سال بعدش الدر اسکرولز 6 رو عرضه کنه و دیگه مثلا دور و بر سالهای 2028 تا 2030 کی مرده کی زنده برسه به فالات بعدی. قبل از اونها قرار ریمستر فالات 3 و ریمستر الدر اسکرولز 4 ابلیوین رو ببینیم که میتونن برای طرفدارای این بازی قدیمی جذاب باشن. همونطور که میدونستیم استودیوی ماشین گیمز داره روی بازی ایندیانا جونز کار میکنه. این وسط یه سری پروژه هم پیدا میشن که هنوز در مراحل اولیه توسعه هستن. اونقدر که مثلا در همین اسناد مهم فاش شده هم صرفا اسم رمزشون رو نوشتن. جالبیش به اینه که حتی مثلا نوشته شده که فلان بازی که با اسم رمز فلان شناخته میشه قراره یه DLC هم داشته باشه. اما بخش جذاب اطلاعات برای طرفدارای دوم کجاست؟ تایید اینکه دوم جدید در دست ساخته. اسمش هم دوم یر زیروه که یه جورایی این حس رو میده که انگار قراره یه پیش درآمد رو ببینیم که حوادثش مال قبل از این دوتا بازی اخیرن. راستی داخل سند نوشته شده که بازی دوم یر زیرو از استدیو اید سافتویر قراره دوتا DLC هم بگیره. اما واکنشا به این لیک یا درز اطلاعات یا هرچی اسمش رو میذارین چی بوده؟ تام وارن خبرنگار متمرکز روی شرکت مایکروسافت که در رسانه معروف ورج کار میکنه. این شخص تو توییترش نوشته، نقل قول میکنم، این بزرگترین لیک ایکس باکس در تاریخه. حتی بزرگتر از اون لیکی که اطلاعات ایکس باکس وان رو فاش کرده بود. چون این اطلاعات جدید حتی افشا کرده که مایکروسافت چه استراتژیایی واسه سخت افزار و کلاً پلتفرمش داره و حتی متن ایمیل های خصوصی اعضای ارشد مایکروسافت رو فاش کرده. معمولاً وقتی میگیم لیک منظورمون این حجم از افشای داده نیست. پایان نقل قول از تام وارن. اما بیایم یکم ابعاد قانونی رو ببینیم که خیلی جالبه. اولش یک گروه از طرفدارای ایکس باکس که بینشون اینفلوئنسرهای شناخته شده‌ای هم به چشم می‌خوردن به این شایعات دامن زدن که درز اطلاعات کار خود FTCه. اگه یادتون نیست FTC چیه؟ کمیسیون تجارت فدرال آمریکا. این کمیسیون در دادگاه فدرال داشت با مایکروسافت می‌جنگید تا جلوی خریداری اکتیویژن بلیزارد کینگ توسط مایکروسافت رو بگیره. آخرش هم قاضی به نفع مایکروسافت رای داد که ویدیوی مفصلش رو چند ماه پیش ساختیم. میتونین برین اینجا کلیک کنین و اون ویدیو رو ببینین. خلاصه یه سری افغان ها گفتن آقا FTC عصبی شده، باخته، رفته اینا رو فاش کرده. تا اینکه FTC رسما اعلام کرد که اصلا وظیفه آپلود این مدارک در سایت دولتی آمریکا رو نداره و این کار کلا توسط خود دادگاه انجام میشه. اینجوری شد که توپ افتاد تو زمین دادگاه. قبل از اینکه بخوان شایعات جدید در این رابطه به وجود بیان، قاضی دادگاه، یعنی همون قاضی که آخر به نفع مایکروسافت رأی داده بود، تایید کرد که کل این مدارک به همین شکل توسط خود مایکروسافت برای دادگاه ارسال شدن. مایکروسافت در حالی که باید نسخه نهایی و اصلاح شده فایل ها رو میفرستاد، همه چیز رو بدون هیچ حذفیاتی تحویل دادگاه داد. دادگاه هم فایل ها رو از لینکی که مایکروسافت داده بود دریافت کرد و مطابق پروسه کار همیشگی آپلودشون کرد تو سایت. این کار میتونه برای شفافسازی روند دادگاه انجام بشه. تا مثلا رسانه ها ببینن که مدارکی که قاضی مورد بررسی قرار داده چیا بودن. صرفا در اصل باید قبل از این اتفاق اطلاعات حساس و خیلی مهم از اسناد حذف بشن تا به شرکت ها آسیب نزنن. ولی مایکروسافت سهل انگاری کرده و اونا رو حذف نکرده. نتیجهش هم شد همین که میبینیم. در نهایت خود فیل اسپنسر هم در پیامی که واسه اعضای تیم ایکس باکس فرستاد ماجرا رو تایید کرد. نقل قول میکنم، اون نوشت، میدونم که ناامید کننده است. این اسناد به شکل غیر عمدی فاش شدن. پایین نقل قول. اون در توییتر یا ایکس الان راجع به این ماجرا نوشت و البته سعی داشت روی این تاکید کنه که اسناد مال حدود یک سال قبلن و بعضی هاشون هم یه مقدار قدیمی ترن.
در توییت اسپنسر میخونیم نقل قول میکنم ما حرفایی که دارن در رابطه با ایمیل ها و اسناد قدیمیمون زده میشن رو دیدیم. سخته که ببینیم کار تیم ما اینطوری با همه به اشتراک گذاشته شده، چون خیلی چیزها عوض شدن و چیزهای زیادی وجود دارن که بخواین الان یا در آینده بابتشون هیجان زده باشین. هر وقت آماده باشیم نقشه های واقعیمون رو باهاتون به اشتراک میذاریم. پایان نقل قول. به عنوان کسی که مسئول بخش گیمینگ شرکت مایکروسافت، خیلی مهمه که اسپنسر روی این چیزا تاکید کنه. لو رفتن این حجم از اطلاعات خطر زیادی رو برای هر شرکتی ایجاد میکنه، چون تمام رقباش میتونن از بخشی از نقشه هاش مطلع بشن و خودشون رو با توجه به اونها برای رقابت در آینده آماده تر کنن. مثلا وقتی سونی داره کنسول بعدیش رو میسازه، با نگاه به یک اسلاید رسمی لو رفته میتونه یک سری اطلاعات کلی راجع به برنامه مایکروسافت در نسل بعدی داشته باشه. افشای اطلاعاتی روی چهره شرکت ها هم تاثیر زیادی دارن. مثلا خیلی ها هیچ وقت تصورم نمی کردن که خود اسپنسر توی ایمیل عملا گفته باشه که خرید نینتندو میتونه یه اتفاق تاریخی برای مایکروسافت و دستاورد بزرگ برای اون باشه. این که یه طرفدار تو توییتر بنویسه که هدف اصلی مایکروسافت از رابطه خوب با نینتندو اینه که شاید در آینده بخرتش، خیلی فرق داره با اینکه رئیس ایکس باکس چنین حرفی رو در یک ایمیل زده باشه. این شد کل لیک بزرگ، عجیب و مهم ایکس باکس و البته پیامدها و واکنشاش. نظر شما چیه؟ کدوم بخش از این اطلاعات فاش‌شده شما رو خوشحال یا ناامید میکنه؟ به نظرتون تأثیر این درز اطلاعات روی مایکروسافت و ایکس باکس چیه؟ آیا قراره خیلی از برنامه هاشون رو عوض کنن؟ تأثیرش روی رقابت توی بازار گیمینگ چیه؟ به نظرتون سونی خوشحاله یا اونم سورپرایز شده یا اصلا خودش از قبل همه چی رو میدونسته؟ حتما نظرتون رو برامون بفرستین. لایک کردن و فرستادن ویدیو واسه طرفدارای ایکس باکس هم فراموش نشه.